به نام خدا، اگه صدای منو دارین لطفا یه ستاره بفرستید که کلاس رو شروع کنیم. صدای منو دارین بچه ها؟ خب عذرخواهی میکنم به خاطر هفته گذشته که متاسفانه کلاس رو نتونستیم تشکیل بدیم. متاسفانه من مریض بودم و خب متاسفانه پای بلندگو نمیشه با صدای گرفته صحبت کرد. سال نو رو بهتون تبریک میگم، انشالله که سال خوبی داشته باشین و از این جلسه ادامه درس رو با همدیگه ادامه خواهیم داد. برای هفته گذشته هم انشالله جلسه فوق‌العاده رو تنظیم خواهیم کرد که درسمون عقب نمونه انشالله. خب جلسه قبل تا بحث PCB یا خب سال جدید شروع شد ولی همچنان این تخته ما درست نشده، PCB یا Process Control Block رو در موردش صحبت کردیم که چی هست و کارش چی هست. اگه خاطرتون باشه گفتیم که هر پردازشی برای اینکه بتونه توی سیستم اجرا بشه احتیاج داره به در واقع یک شناسنامه که توسط اون شناسنامه بتونه در سیستم شناسایی بشه، که این شناسنامه همون Process Control Block یا PCB هستش. درش اشارگر به آخرین آدرسی که دستورالعملی که اجرا شده، کانترها، مقادیر میانی و اطلاعاتی در مورد مصرف منابع و الاخر همه در PCB ذخیره میشن و در واقع هر سیستمی از با استفاده از PCB شناسایی میشه. در مورد کتابتون من پیگیر هستم، انشالله اولی خبری که به دستم برسه حتما خدمتون خواهم گفت که از کجا میتونین کتاب رو انشالله تهیه کنین. خب امروز مفاهیم زمانبندی پردازش ها رو میخواییم در موردش با هم صحبت کنیم و انشالله هفته آینده الگوریتم های زمانبندی پردازش ها رو میخواییم با هم در موردش کار بکنیم. پس امروز میخواییم ببینیم مثلا مفاهیم زمانبندی چی هست، چرخه حیات پردازش چی هست و بعد در این چرخه حیات حالا کار زمانبندی چه معنی داره و به چه شیوهی بایستی انجام بشه. پس تیتر میتونیم بنویسیم مفاهیم زمانبندی پردازش. باز این تخته ما داره اذیت میکنه. من نمیدونم این تختمون چرا اینطوری میشه، یه کلمه رو میخواییم نمیسیم اینطوری که عذاب علیمه. باز دوباره گفتیم که هر کاری که وارد حافظه اصلی بشه و به شناسنامه مورد نیاز برای مدیریت اون کار در اختیار قرار گرفته بشه، حتی اگر اون کار انجام شروع نشده باشه بهش پردازش میگیم. پس یک کار میتونه پردازش باشه در حالی که در حال اجرا در واقع CPU هم نباشه. چرا؟ برای اینکه ما در آن واحد بیش از یک کار رو در CPU نمیتونیم در حال اجرا داشته باشیم، در حالی که بیش از یک پردازش رو در آن واحد در یک سیستم میتونیم داشته باشیم. پس از اینجا متوجه میشیم که پردازش برای پردازش بودن حتما نبایستی در CPU قرار بگیره.
یه سری مفاهیمی رو با هم دیگه مطرح میکنیم تا بعد بتونیم الگوریتم های زمانبندی پردازش ها رو با هم دیگه چک کنیم. البته اگر این تختمون اجازه بده، یکی از مفاهیمی که باید در موردش صحبت کنیم مفهوم چند برنامگی هست. چند برنامگی یعنی چی؟ چند برنامگی به اجرای همزمان چند برنامه یا پردازش در سیستم گفته میشه. ما وقتی که چند کار یا چند برنامه رو بتونیم به صورت همزمان در یک سیستم اجرا بکنیم بهش میگیم چند برنامگی. چند برنامگی تمام سیستم عامل ها ساپورت نمی کنن، بلکه تنها سیستم عامل هایی که خاصیت مالتی تاسکینگ دارن مثل ویندوز میتونن این کار رو انجام بدن. مثلا ما در سیستم عامل داس مفهوم چند برنامگی یا مالتی پروگرامینگ برامون مفهومی نداره، در حالی که در ویندوز ما خاصیت چند برنامگی رو داریم. چند تا کار به صورت در واقع همزمان میتونن در سیستم در حال اجرا باشن. چند برنامگی به ما کمک میکنه تا بهره‌وری سیستم رو افزایش بدیم، تا میزان رضایت کاربر رو افزایش بدیم. چرا؟ برای اینکه کاربر شما به عنوان یک کاربر همزمان میتونین سیستم چندان دانشگاهتون باز باشه، دیکشنریتون باز باشه، چند محیط وردتون باز باشه و چند برنامه رو به صورت همزمان با هم در واقع به صورت در حال اجرا داشته باشیم. دقت کنیم که چند برنامگی به معنی وجود چند پردازش در حال اجرا نیست. چند برنامگی به معنی وجود چند پردازش در سیستم هست، نه چند پردازش در حال اجرا. در سیستم های ساده، حالا سیستم های موازی منظورمون نیست، در سیستم های روتین داریم. در آن واحد بیش از یک CPU نمیتونه در سیستم ازش نمیتونه در CPU اجرا بشه. پس بنابراین ما در آن واحد بیش از یک پردازش نمیتونیم داشته باشیم، در حالی که میگیم در آن واحد ما چند پردازش رو داریم. پس این دو مفهوم رو با هم دیگه اشتباه نکنید. یکی از نکاتی هست که توی سوالای کنکوراتون خیلی ازش استفاده خواهند کرد. پس چند برنامگی به جای همزمان چند برنامه یا پردازش در سیستم گفته میشه. مفهوم دیگه‌ای که برای زمانبندی ها بایستی در موردش صحبت کنیم صفحای زمانبندی هست. صفحای من اگر یه خود تختتون هست، چون این تا ثبت میکنه نمیدونم چرا طول میکشه، یادم که این خط همیشگی میاد. صفحای زمانبندی، صفحای زمانبندی چی هست؟ برای در واقع بخش های مختلف چرخه حیات یک پردازش، وقتی که پردازشی اجرا میشه ممکنه که بخواد بره توی CPU شروع کنه به اجرا شدن، ممکنه که نیاز داشته باشه به یک منبع ورودی خروجی، مثلا نیاز داشته باشه به پرینتر، نیاز داشته باشه به CD رایتر. بنابراین در حالات مختلفی ممکنه این پردازش قرار بگیره. خب ما میگیم در آن واحد، مفهوم چند برنامگی به ما میگه که در آن واحد بیش از یک پردازش در سیستم وجود داره. وقتی در آن واحد بیش از یک پردازش در سیستم وجود داره و پردازش ها برای طی کردن مراحل مختلف چرخه حیاتشون نیاز دارن به منابع مختلفی مثل CPU، مثل پرینتر، مثل سکنر و الی آخر، بنابراین نیاز هستش که در واقع با همدیگه رقابت داشته باشن برای منابع. ممکنه پس بنابراین بیش از یک پردازش در آن واحد برای دستیابی به یک منبع درخواست بده. حالا اون منبع میتونه یه منبع سخت افزاری مثل CPU یا
مثلا پرینتر باشه یا میتونه یه منبع نرم افزاری مثل یک فایل یا یک داده باشه. پس بنابراین وقتی که رقابت پیش میاد، وقتی که درخواست‌های همزمان پیش میاد، بحث صف پیش میاد. ممکنه که پردازش نیاز باشه که صف ببنده برای دستیابی به چیزی. به این ترتیب ما انواع صف‌ها رو برای پردازش‌ها توی سیستم‌ها داریم. یکی از انواع صف‌ها صف کار هست. یا بهش جاب کیو هم گفته میشه. صف کار. صف کار فقط توی سیستم‌های دسته‌ای وجود داره. انواع سیستم‌ها رو جلسه‌های قبل با هم دیگه بررسی کردیم و یکی از انواع سیستم‌ها سیستم‌های دسته‌ای بود که در موردش صحبت کردیم. صف کار فقط در سیستم‌های دسته‌ای وجود داره. در سیستم‌هایی که بلافاصله وقتی که کاربر درخواستش رو میده شروع میکنه به سعی برای پاسخ‌دهی به درخواست کاربر، دیگه صف کار وجود نداره. ولی در سیستم‌های دسته‌ای که گفتیم که ممکنه که یک پردازش منتظر بمونه برای اینکه به یک در واقع بخواد وارد سیستم بشه و شروع کنه به پردازش شدن، یک کار بخواد وارد سیستم شه و شروع کنه به پردازش شدن، بنابراین صف کار لازم هست. پس صف کار صفی هست که در اون کارهایی که میخوان شروع کنن به اجرا شدن در سیستم در این صف قرار میگیرن و انتظار میکشن برای تبدیل شدن به پردازش، برای دستیابی به PCB و منابعی که لازم دارن برای شروع شدن به اجرا شدن. صف دیگه‌ای که وجود داره توی سیستم صف آماده هست. من از فرمی کنم بچه ها اگه صدا من روزی رو دار گرفته متاسفانه من از صفحه پیشی رو دار سرمو خوردم و اشخایی میکنم برحال. صف دیگه هم صف آماده یا ready queue هستش. صف آماده ببینیم چی هست. صف آماده صفی هست که برای پردازش هایی هست که توی حافظه اصلی قرار دارن. پس دقت کنید، ممکنه که کاری پردازش باشد اما در حافظه اصلی قرار نداشته باشد، که حالا وقتی که چرخه حیات پردازش رو براتون ترسیم کنیم اونجا متوجه میشین که منظورم. پس صفحه آماده از بین پردازش ها مربوط به پردازش هایی میشه که اصلی قرار دارن، نه در حافظه جانبی، و تمام منابع مورد نیازشون برای اجرا شدن رو به دست آوردن، فقط مونده CPU رو به دست بیارن، یعنی PCB رو به دست آوردن، اگر که منابع در واقع اطلاعاتی مثل داده، فایل، الاخر اینها رو لازم داشتن به دست آوردن، همه چیز رو در دست دارن و فقط میخوان که CPU رو به دست بیارن تا شروع کنن به اجرا شدن. پس پردازش هایی که منتظر دستیابی به CPU هستن در صف آماده قرار میگیرن. صف دیگه‌ای که داریم صف باز این تختمون داره بازی در میاره. صف I/O یا صف دستگاه هم بهش گفته میشه. یه پردازشی در انگام اجراش نیاز داره تا اطلاعات رو از CD درایو دریافت کنه. نیاز داره تا اطلاعات رو روی پرینتر چاپ کنه. و الاخر این پردازش پس بایستی اون منبع ورودی خروجی اینپوت آوتپوت رو به دست بیاره. خب ممکنه که بیش از یک پردازش در آن واحد درخواست دستیابی به یک منبع ورودی خروجی رو بدن. در چنین حالتی ما نیاز داریم که
در واقع انتظار رو برای اون پردازش ایجاد کنیم، چون تمام پردازش ها به صورت همزمان که نمیتونن از یه منبع استفاده کنن. در این صورت از صفحه در واقع دستگاه یا صفحه آی او استفاده میشه. خب دقت کنیم که ما میگیم پردازش ها در صفحه ها قرار میگیرن. این یه مفهوم مجازی هست. خود پردازش توی صف قرار نمیگیرد، بلکه پی سی دی مربوط به پردازش ها در صف انتظار قرار میگیرد. درست مثل اینه که شما میخواید مثلا توی صف بانک در واقع قبل از اینکه این شما دستگاه شماره ایجاد بشن، شما میخواستین صف ببرین، برای اینکه سرپا نیستین قبضاتون رو میدادین به اون مسئول بانک، اون قبضا رو هم قرار میداد و بعد که نوبت شما میشد شما خودتون وارد اون صف میشدین، برای اینکه شروع نشه ازدحام پیش بیاد. این دقیقا همین هست. خود پردازش ها در صف ها قرار نمیگیرند، چون ممکن اصلا پردازشیست انتظارش بخواد بیش از حد طولانی باشه و ما اصلا نخواهیم تو حافظه اصلی باقی بمونه، بلکه پی سی دی اون پردازش ها در صفحه قرار میگیرن. چجوری هست صفحه پی سی دی های مختلف؟ باید منتظر شیم این خطه توی بافر این تخته موندن بعدی رو بکشیم. من نمیدونم چرا این طوریه. دی بی پردازش اول دی بی پردازش دوم و به همین ترتیب. به این ترتیب در واقع ما یک اشارگر به سر یک لیست داریم اشارگر به سر لیست داریم که در واقع این لیست همون صفحه، حالا چه میدونم صفحه کار یا صفحه، حالا صفحه کار رو که برای پی سی دی نمیتونیم مطرح کنیم، صفحه آماده یا صفحه آی او میتونه باشه. اشارگر به سر این صفحه رو داریم. این اشارگر اشاره میکنه به پی سی دی پردازش اول. پی سی دی پردازش اول اشاره میکنه به بعدی بعدی بعدی. پردازش اول که انتظارش به سر رسید، وارد سر صف شد و سرویسی که خاص رو به دست آورد، کارش که تموم شد میره، پردازش بعدی وارد میشه و به همین ترتیب. پس بنابراین ما در صفها چیزی به نام خود پردازش رو نداریم، بلکه اشارگر به پی سی بی های پردازش های منتظر رو داریم. گفتیم یکی از صفحایی که در سیستم وجود داره صفحه آماده هست. صفحه آماده که این صفحه خیلی مهمی هست. تمام الگوریتم‌های زمان‌بندی که جلسه آینده در موردش صحبت خواهیم کرد در مورد در واقع این صفحه کارایی دارند. مهمترین صفحه. چرا؟ چون پردازش‌ها برای اجرا شدن در این صف قرار می گیرن. خب یک پردازش در چه حالاتی ممکنه که در صف آماده قرار بگیره؟ چند حالت مختلف وجود داره برای اینکه یک پردازش در واقع
صف آماده بخواد قرار بگیر. یکی این که پردازش به صورت جدید ایجاد شده. پردازش جدیدن ایجاد شده و برای هم میخواد وارد صف آماده بشه و اجرا بشه. اولین باره که وارد سیستم شده، PCB شو دریافت کرده و میخواد شروع کنه به اجرا شدن. در این حالت در واقع صف پردازش وارد صف آماده میشه. پس این یه حالت که اولین باره که پردازش تبدیل شده به پردازش. حالت بعدی پردازش فرزند رو ایجاد کرده. مثلا توی برنامه نویسی ها دیدیم دیگه، یه پردازشی میخواد در واقع کارش رو ادامه بده، برای ادامه کارش نیاز داره که یه فرزندی بیاد قسمتی از کارش رو انجام بده، بعد بر اساس فیدبک کار فرزند این پردازش پدر ادامه کارش رو بخواد انجام بده. خب در این حالت باز پردازش فرزند نیاز داره که وارد صف آماده بشه. حالت دیگه پردازش در واقع میونه کارش نیاز داشته به یک عمل اینپوت یا آوتپوت و رفته سراغ دستگاه‌های ورودی خروجی و اون کار رو انجام داده. اون کارش که به اتمام رسیده، پردازش برگشته و وارد صف آماده شده. پس بنابراین پردازش قبلاً از CPU خارج شده بوده، رفته بوده تو صف انتظار IO، دستگاه IO رو به دست آورده، کارش رو توسط دستگاه IO انجام داده، حالا دوباره میخواد CPU رو به دست بیاره تا ادامه کارش رو انجام بده. من عذرخواهی میکنم بچه‌ها، این صدام یه مقدار امروز گرفته است. علت هفته پیش هم متاسفانه همین بیماری بود که خب یه مقداری کلاس رو عقب انداخت. خب پس این هم یه حالت دیگه که ممکن پرزش برای صف آماده بشه. یه حالت دیگه رو اگر کسی بتونه به یاد بیاره که ممکنه پردازش در صف آماده قرار بگیره، نشون میده که درس جلسه قبل رو کاملا یادتون هست. کسی میتونه بگه دیگه در چه حالتی ممکنه که یک پردازش در صف آماده قرار بگیره؟ صدای منو داریم بچه ها؟ صدا رو داری؟ چون هیچ ریاکشنی الان در صف شما نیستش؟ خب یه حالت دیگه اگه خاطرتون باشه، جلسه قبل در مورد سیستم‌های اشتراک زمانی و سیستم‌های محاوره‌ای صحبت کردیم. در سیستم‌های اشتراک زمانی و سیستم‌های اگه خاطرتون باشه گفتیم که وقتی CPU بین پردازش‌ها شیر می‌شد، خب این وقت CPU بین پردازش ها شیر می شد بر اساس تایم سلایس بود. اگه یادمون باشه یک کوانتوم زمانی به پردازش وقت داده می شد تا از CPU استفاده کنه. اگه کارش در اون موقع انجام شده بود که شده بود، اگر نه بایستی در واقع به زور CPU ازش پس گرفته می شد و زمانی که حق داره از CPU استفاده کنه تموم شده و ما CPU رو به زور ازش پس گرفتیم، در حالی که کار پردازش هنوز تموم نشده. خب چی میشه؟ اون پردازش مجبوره که دوباره بره توی صف آماده، منتظر بشه
تا دوباره نوبتش بشه تا یک بازه زمانی دیگه حق استفاده از CPU بهش داده بشه. پس بنابراین در حالت دیگه حالتی هست که پردازش مهلت زمانیش تموم شده و توسط وقفه CPU مجبور شده که بره دوباره توی صف آماده قرار بگیره و منتظر بشه برای دستیابی به CPU. خب این ها از مفاهیمی هستن که خب برای بحث زمانبندی ها نیاز داریم در موردشون صحبت. یه سری معیارهای زمانبندی هم هست، در موردشون صحبت میکنیم و وارد در واقع چرخه حیات پردازش ها خواهیم شد. خب پس بعضی از معیارهای در واقع مهم برای زمانبندی پردازش ها ببینیم چیا هست. البته فکر کنم بهتره که ما اول حالات چرخه حیات پردازش رو بهتون بگیم. آره اینطوری فکر کنم بهتر متوجه بشید. پس این معیارها رو میذاریم. اگر من فراموش کردم که بهتون بعدم بگم، یادآوری کنیم که این معیارها رو بعدم بهتون بگیم. فعلا وارد حالات یک پردازش بشه. حالت یک پردازش یه پردازش در طول حیات خودش حالات مختلفی رو ممکنه به خودش بگیره. میگیم پروسس استیت یا حالت پردازش. همونطور که یک انسان در طول دوره حیات خودش ممکنه که در واقع حالات مختلفی داشته باشه، حالت نوزادی، کودکی، جوانی، پیری و الاخر، یک پردازش هم حالات مختلفی رو ممکنه که در دوره حیات خودش داشته باشه. بر اساس این حالات مختلف چرخه حیات پردازش یا لایف سایکل پردازش مطرح میشه. خب ببینیم حالات پردازش چیا میتونن باشن. اولین حالت پردازش حالت جدید هست. منو گذاشته سر کار. حالت جدید، حالت جدید یا نیو. در حالت جدید یا حالت نیو که یکی از حالات چرخه حیات یک پردازش هست، پردازش در حال ایجاد شدنه، یعنی در واقع کار داره به پردازش تبدیل میشه. در این حالت کار وارد حافظه اصلی شده، حداقل یه بار از حافظه جانبی به حافظه اصلی آورده شده و در واقع پردازش شروع کرده به دریافت ساختارهای کنترلی لازم مثل PCB و منابع دیگه‌ای که برای در واقع اجرا شدن نیاز خواهد داشت. یا اینکه حالت دیگه‌ای که تو حالت جدید میتونه پیش بیاد این هست که یک پردازش پدر درخواست یک پردازش فرزند رو داده. باز اینجا هم حالت جدید هست و پردازش فرزند در حال ایجاد شدن هستش. این پس یه حالت پردازش. حالت دیگه‌ای که برای پردازش ها مطرح میشه حالت آماده هست. حالت آماده یا ready.
حالت آماده یا ردی حالتی هستش که در اون پردازش در حافظه اصلی قرار داره. در حافظه جانبی نیست، بلکه در حافظه اصلی قرار داره. تمام منابعی که لازم داره رو هم برای اجرا شدنش به دست آورده. مثلا پردازش برای اجرا شدنش نیاز داشته به داده‌هایی که از CD-ROM واسه می‌خونه، نیاز داشته به داده‌هایی که از یک فایل از یک در واقع حافظه جانبی واسه به دست می‌آورده و نیاز داشته به یک سری منابع دیگه، حالا سخت افزاری یا نرم افزاری هر چیزی. به هر حال تمام این منابع مورد نیازش رو پردازش به دست آورده. تنها چیزی که نیاز داره برای ادامه اجراش در واقع دستیابی به CPU هستش. خب پس در حالت آماده پردازش در رم قرار دارد، کلیه منابع مورد نیاز برای اجرا شدن رو در دست دارد و منتظر به دست آوردن پردازنده هست تا اینکه شروع کنه به اجرا شدن. خب در سیستم هایی غیر از سیستم های اشتراک زمانی وقتی که پردازشی ایجاد میشه وارد صفحه آماده میشه، اما در سیستم هایی مثل سیستم های اشتراک زمانی در واقع پردازش علاوه بر این که ممکنه ایجاد شده باشه بعد از ایجاد شدن، علاوه بر اون ممکنه پس از اتمام بازه زمانی و مهلت زمانی که بهش داده شده نیز وارد این حالت آماده بشه. یعنی مهلتش تموم شده، CPU رو ازش به زور پس گرفتیم و دوباره رفته به حالت آماده، یعنی من منتظرم تا دوباره به من CPU رو بدی برای ادامه اجرا شدن. خب پس این هم از حالت آماده. حالت دیگه‌ای که برای پردازش ها مطرح میشه حالت اجرا هست. حالت اجرا در حالت اجرا پردازش علاوه بر تمام منابعی که مورد نیاز داشته پردازنده رو هم به دست آورده و شروع کرده به اجرا شدن. دقت کنیم که حالت اجرا تنها حالتی هست که در آن واحد بیش از یک پردازش نمیتونه در این حالت قرار بگیره. پس ما برای حالت اجرا صف نخواهیم داشت، چون در آن واحد بیش از یک پردازش در این حالت قرار نخواهد داشت. پس در حالت اجرا یا در حالت در واقع رانینگ بهش میگیم، پردازش CPU رو به دست آورده و در حال اجرا شدن هستش. حالت دیگه ای داریم برای حالت پردازش که بهش میگیم حالت خاتمه. حالت خاتمه یا terminated وقتی هستش که پردازش کار اجراش به اتمام رسیده و دیگه کارش کلهم تموم شده و سیستم عامل میخواد اون رو چندشم از سیستممون خارج بکنه، از حافظه اصلی خارج بکنه تا فضای حافظه آزاد بشه و سایر پردازش ها بتونن از این منبع مهم سیستم استفاده بکنه، که به این حالت میگیم حالت خاتمه. حالت بعدی یه پردازش ها حالت انتظار حالت انتظار
یا حالت مسدود هم بهش میگن. من اگه آرومی میسم علتش این تخت است که بعد این کلمه ها رو مثل اینکه ایمیج پروسسینگ داره، نمیدونم چرا تو میگشه تا اینا رو ثبت کنه. حالت انتظار یا حالت مسدود که بهش ویتینگ یا بلاکت ویت هم گفته. حالت انتظار حالتی هستش که در اون پردازش را ادامه اجرای خودش نیاز داره به یه سری منابع ورودی خروجی. بنابراین این پردازش بایستی منتظر به دست آوردن اون منبع ورودی خروجی بشه و در واقع اون منبع رو دست بیاره و بعد به ادامه اجراش بپردازه. یا ممکنه یه پردازش منتظر یه رخداد یه ایونتی باشه توی سیستم. حالا اون ایونت میتونه یه اینترابت باشه، میتونه تکمیل دریافت اطلاعاتش باشه، میتونه تکمیل محاسبات میانی باشه، میتونه تکمیل کار پردازش فرزند باشه یا هر چیزی. به هر حال این پردازش منتظره تا در واقع یه سری چیزایی رو به دست بیاره تا آماده بشه برای دوباره اجرا شدن. پس دقت کنید در حالت انتظار حتی اگر ما به پردازش CPU رو اختصاص بدیم باز هم پردازش نمیتونه اجرا بشه. حالت انتظار حالتی که پردازش منتظر منابع و یا در واقع ایونت های سیستم هستش، نه منتظر CPU و اجرا شدن. حالت دیگه ای داریم توی سیستم به نام حالت معلق. حالت معلق حالتی هستش که در اون یه پردازشی به مدت زیادی منتظر مونده تا یه ایونتی اتفاق بیفته تو سیستم. حالا این ایونت ممکنه در واقع دستیابی به یک منبع نرم افزاری یا سخت افزاری باشه یا اتمام یه پردازش فرزند باشه یا هر چیز دیگه. به هر حال یه پردازشی برای مدت زیادی در حالت انتظار باقی مونده. در این حالت پردازشی که در حالت انتظار هست که گفتیم پردازش در حالت انتظار در واقع حتی اگر بهش CPU رو اختصاص بدیم هم نمیتونه اجرا بشه. خب من چه فایده داره این پردازشی که توانایی اجرا شدن نداره رو توی حافظه اصلی نگه دارم و حافظه اصلی که به عنوان یکی از منابع خیلی مهم و پرطرفدار سیستم هست رو اینطوری تلف بکنم؟ بنابراین میگن خب حالا پردازشی برای مدت زیادی بناست اجرا نسلی باشه، ما این پردازش رو به صورت موقتی منتقلش میکنیم به در واقع دیسک سخت تا قسمتی از فضای حافظه اصلی آزاد بشه میتونن در حافظه اصلی اجرا بشن. پس در حالت ما این پردازش برای مدت بیش از حدی منتظر بوده توی سیستم، منتظر به دست آوردن یک منبع بوده، در حالت انتظار بوده، نه اینکه در حالت انتظار برای CPU، در حالت انتظار بوده و برای اینکه ما پرت رم نداشته باشیم و بهره‌وری حافظه اصلیمون رو بالا ببریم میایم این پردازش رو منتقلش میکنیم به دیسک سخت. به این حالت میگیم حالت معلق، پردازش به حالت تعلیق رفته. خب حالا بر اساس این در واقع کردیم برای پردازش ها یک چرخه حالت برای پردازش ها مطرح میشه. دقت کنید که این چرخه حالاتی که ما ترسیم میکنیم تو کتاب های مختلف و در سیستم عامل های مختلف به شیوه های مختلفی ترسیم شده.
ولی اصل مفهوم یک چیز هستش. ولی خب طراحی ها در سیستم عامل های مختلف متفاوت هست. من اول چرخه حیاتو براتون میکشم و بعد توضیح رو بهتون میگم. این چرخه حیات پردازش هستش، یا بهش لایف سایکل هم گفته میشه، پروسس لایف سایکل یا چرخه حیات پردازش. چرخه حیات پردازش چی هست؟ هم حالاتی که ما مطرح کردیم برای یک پردازش ممکنه وجود داشته باشه و الان تعریف هر کدوم رو گفتیم رو اینجا داریم، در واقع ارتباطشون رو میبینیم، در واقع یه استیت چارت داریم، در واقع یه نمودار برای نمایش ارتباط بین حالات مختلف یک پردازش هست. در حالت یک وقتی هست که یک کار انتخاب شده برای شروع شدن به تبدیل به پردازش. برای اینکه یک کار به پردازش تبدیل بشه، در حالت یک انتخاب میشه و وارد حالت جدید میشه. در حالت جدید ساختارهای کنترلی مورد نیاز بهش اختصاص داده میشه و در واقع کار تبدیل میشه به پردازش. خب در حالت دو وقتی هست که پردازش منابع دیگر مورد نیاز خودش، مثل منابع نرم افزاری و سخت افزاری، مثل داده ها، اینها رو به دست آورده و تنها با به دست آوردن یک سی پی یو میتونه شروع کنه به اجرا شدن. در این حالت پردازش وارد حالت آماده خواهد شد. در حالت سه حالتی هست که پردازش علاوه بر منابع مورد نیازش بالاخره انتظارش در صف آماده به اتمام رسیده و سی پی یو هم بهش اختصاص داده شده و تونسته وارد حالت اجرا بشه و در سی پی یو شروع کنه به اجرا شدن. در حالت چهار حالتی هستش که پردازش در حالت اجرا بوده اما وقفه بهش وارد شده و فرصت زمانیش به اتمام رسیده. مهلت زمانیش در سیستم‌های اشتراک زمانی به خصوص خیلی مطرح میشه، این حالت چهار که گفتیم در سیستم اشتراک زمانی که تایم شیرینگ بود و وقت مین فریم بین پردازش ها به در واقع حالا مین فریم یا سی پی یو، هر کدوم وقت سی پی یو در واقع بین پردازش ها تقسیم میشه و عمل سویچینگ داریم ما، پس از اتمام مهلت زمانی چون سی پی یو به زور ازش پس گرفته میشه، پردازش از حالت اجرا خارج میشه
دوباره بره باید بره به حالتی که منتظر بشه برای دستیابی به CPU. پس الان در حالت 4 وقته به پردازش وارد شده و پردازش CPU ازش به زور پس گرفته میشه. در حالت 5 حالتی هست که پردازش کارش به اتمام رسیده و در واقع اجراش به اتمام رسیده و میخواد به حالت خاتمه بره، یعنی کارش تموم شده دیگه، یعنی اصلا از سیستم میخواد خارج بشه، از رم میخواد خارج بشه و دیگه کاری برای انجام شدن نداره. در حالت 7 حالتی هست که در واقع پردازش نیاز به یک منبع دیگه‌ای پیدا کرده به غیر از CPU. مثلا نیاز به یه فایل داره، نیاز به یک نرم داده داره، نیاز به یک پرینتر داره، نیاز به CD درایو داره و الی آخر. پس باید بره در صف انتظار برای دستیابی به اون منبع قرار بگیره. پس میره به سمت صف انتظار. در حالت 8 حالتی هست که پردازش انتظارش برای دستیابی به اون منبع به اتمام رسیده و اشیا هست. منظورتون چی هست آقای؟ آها، شماره ها رو ما یه اسم گذاشتیم برای هر لیبل، حالا ترتیبش اهمیتی نداره. شماره بندیش در حالت 8 حالتی است که انتظار اون پردازش برای دستیابی به اون منبع خاص به اتمام رسیده و پردازش دوباره وارد صفحه آماده میشه تا دوباره CPU رو به دست بیاره. در حالت 9 اینجا هم میتونه باشه، در حالت 9 حالتی هستش که پردازش انتظارش بیش از حده برای دستیابی به یک منبع و یا برای دستیابی به یک ایونت بیش از حد انتظار کشیده و ما میبینیم که این پردازشی که با بدت تا CPU نمیتونه به اجراش ادامه بده، چرا بایستی در رم که یک منبع پرطرفدار و گران قیمت سیستم هست بی خود این پردازش رو نگه داریم؟ پس بنابراین در واقع ما به زور میایم و این پردازش رو از رم خارج میکنیم و میبریم به دیسک سخت قرار میدیم، در واقع پردازش رو به حالت معلق منتقلش میکنیم. در حالت 10 حالتی هست که اون انتظار طولانی بالاخره به اتمام رسیده و پردازش میتونه دوباره با به دست آوردن CPU به حالت اجرا در بیاد. خب این چیزی که الان نموداری که روبرمون هست بهش میگن چرخه حیات پردازش یا لایف سایکل پردازش، که در واقع حالات مختلفی که یک پردازش در دوره حیات خودش ممکنه به خودش ببینه رو اینجا مشاهده میکنید و ارتباط اونها رو با هم دیگه. خب بچه ها میخواییم یه 5-6 دقیقه استراحت کنیم. الان ساعت من 10:07 دقیقه است اگه اشتباه نکنم، ساعت 13 دقیقه لطف کنین همه تون پای دستگاه باشین که ادامه درس رو با هم بریم جلو. یه 5 دقیقه استراحت کنین، منم یه آب جوشی بخورم که باز دوباره صدام باز بشه. پس 5-6 دقیقه دیگه پای دستگاه لطف کنین، تشریف داشته باشین که ادامه درس رو با هم دیگه بریم جلو.
خب بچه صدای منو دارید؟ اگه صدا میاد لطفا یه ستاره بفرستید. خب چرخه حیات پردازش رو الان در موردش صحبت کردیم و مثل با این چرخه حیات پردازش صفحای مختلف سیستم رو که در موردشون الان یه توضیح مختصری دادیم در واقع میتونیم ارتباط بینشون رو بررسی کنیم. من یه شکل میکنم اول بعد در موردش صحبت میکنیم. ببینید این شکل چی میگه؟ ما گفتیم توی در واقع سیستممون صفحای مختلفی داریم. بر اساس چرخه حالاتی که برای پردازش ها مطرح کردیم، این صفحا با همدیگه مرتبط خواهند شد. این ارتباط از طریق زمانبندها اتفاق میفته. ببینیم حالا چی هست زمانبند و در واقع این کار چجوری انجام میشه. خب یه پردازشی میخواد وارد سیستم بشه و شروع کنه به در واقع واقعا پردازش بودن، دریافت شناسنامه و الاخر و در واقع سپس بتونه اجرا بشه. پس ما صفی داریم به نام صف ورود به سیستم. دقت کنیم که این صف تنها در سیستم های دسته ای وجود داره و در سیستم های دیگه که قبلا در موردشون صحبت کردیم صف ورود به سیستم معنا ندارد. در شماره یک ماژولی وجود داره به نام زمانبند دراز مدت. خب این خیلی جالبه که من هرچی می‌نویسم پاک میشه. نمیدونم چی سن و بعد پاک میشن و شما میبینین یا نه. زمانبند دراز مدت.
در قسمت یک بس زمانبند دراز مدت قرار داره. زمانبند دراز مدت کارش این هست که یک کار از بین کارهای موجود در صف ورود به سیستم را انتخاب کند و برای به صف آماده در اون رو انتخاب بین کارها. چرا بهش میگیم زمانبند دراز مدت؟ چون در بازه‌های زمانی نسبتاً طولانی تری بایستی تصمیم گیری رو انجام بده و عمل انتخاب رو داشته باشه. چرا اصلا نیاز داریم همچین زمانبندی؟ چون در سیستم‌های دسته‌ای ما گفتیم که کارها بلافاصله بعد از درخواستشون اجرا نمیشن، بلکه منتظر میمونن تا کار قبلی تموم بشه و بعد از بین چند کار درخواست داده شده فعلی یک کار انتخاب میشه برای تبدیل شدن به پردازش و آغاز اجراش. پس بنابراین نیاز داریم به زمانبند دراز مدت. پس حواسمون باشه که زمانبند دراز مدت و صف ورود به سیستم رو تنها ما در سیستم های دسته ای داریم و در سایر سیستم ها این زمانبند و این صف وجود ندارند. خب کارها در صف آماده قرار دارن. صف آماده رو مطرح کردیم. کارهایی درش قرار میگیرن که آماده اجرا شدن هستند و تنها نیاز دارن که سی پی یو رو دست بیارن. تمام منابع مورد نیازشون رو به دست آوردن. این که از بین کار پردازش های موجود در صف آماده کدام یک انتخاب بشه برای اجرا شدن در CPU، کدام یک انتخاب بشه که CPU بهش اختصاص داده بشه، توسط یه ماژولی در شماره 2 انجام میشه که بهش میگیم زمانبند کوتاه مدت. چرا به این میگیم زمانبند کوتاه مدت در حالی که به قبلی میگیم زمانبند دراز مدت؟ چون در قبلی ما از بین کارهای یک کار رو انتخاب میکنیم برای ورود به سیستم. پس در اتمام کارهاست که ما نیاز داریم به اجرای بار بعدی این ماژول. پس بازه‌های زمانی طولانی تری طول می کشن تا این زمانبند شروع کنه به کار کردن. این در حالیه که در واقع زمانبند کوتاه مدت ما از بین پردازش ها به خصوص در سیستم های اشتراک زمانی که بحث بازه زمانی مهلت زمانی اون هم در حد چند میلی ثانیه مطرح میشه، ما باید مدام هی از صف آماده عمل انتخاب رو برای ورود به سی پی یو انجام بدیم. یعنی هر چند میلی ثانیه بعد عمل انتخاب صورت بگیره. پس تون تون باید این ماژول شروع کنه به فعالیت. برای همین بهش میگیم زمانبند کوتاه مدت. چون دروازه‌های زمانی خیلی کوتاه پشت سر هم باید این ماژول شروع بکنه به فعالیت. خب ممکنه که پردازش که در سی پی یو در حال اجراست کارش تموم بشه، که همین فلش شماره 3 هست، کارش تموم میشه بیا ترمینیتد اون که هیچی. ممکنه که در واقع مهلت زمانیش تموم بشه و مجبور شه دوباره برگرده به صف آماده. ممکنه که اینو الان مثلا با شماره 4 نشون بدیم. ممکنه که نیاز به یک منبع، حالا منبع نرم افزاری سخت افزاری داشته باشه که مجبور شه بره توی صف انتظار که شماره 5 میشه. ممکن هستش که در واقع مجبور بشه بره به حالت معلق که الان در موردش صحبت کردیم. در حالت معلق در واقع این دوتا شماره 6 میشه، ما ماژول دیگه ای داریم که بهش گفته میشه زمانبند میان مدت.
زمانبند میان مدت. زمانبند میان مدت کارش چی هست؟ کارش این هست که از بین پردازش هایی که بیش از حد منتظر موندن در رم، یکی رو انتخاب بکنه برای خارج شدن از رم و وارد شدن به در واقع دیسک سخت، و یا از بین کارهایی که معلق شدند و در دیسک سخت قرار گرفتن، اونی رو که الان میتونه دوباره شروع کنه به اجرا شدن رو انتخاب بکنه. رو بهش میگیم یا مندف، چون بازه زمانی فعالیتش یه حدی وسطی بین زمانبند دراز مدت و زمانبند میان مدت هست، نه خیلی طولانیه نه خیلی کوتاه هستش. این زمانبند میان مدت در زمانهایی که تعداد پردازش ها خیلی زیاد میشن تو حافظه اصلی و فضای حافظه اصلی کم میاد بسیار اهمیت داره و میتونه مفید باشه. چرا؟ چون فضای حافظه اصلی رو آزاد میکنه برای در واقع اجرای پردازش های بعدی. نکته برای اونایی که میخوان کنکور شرکت کنن، بدونیم که زمانبند در واقع بلند مدت که گفتیم تنها در سیستم های در واقع دسته ای وجود دارن، زمانبند بلند مدت تعیین کننده درجه چند برنامگی هست. درجه چند برنامگی یعنی چی؟ یعنی تعیین کننده حد اکثر تعداد پردازشی که در سیستم وجود داشته باشد است. من در آن واحد حد اکثر چند پردازش میتونم در سیستم داشته باشم، بهش میگیم درجه چند برنامگی، که این مسئله رو زمانبند بلند مدت تعیین میکنه. این هم از صفحای سیستم. خب میخوایم وارد مبحث الگوریتم های زمانبندی بشیم. حالا که ما مبحث زمانبندی رو مطرح کردیم در تخته شماره 6، گفتیم که ماژولی هست که میاد از بین پردازش های موجود در صف آماده، یکی رو برای ورود به سی پی یو یا پردازنده انتخاب میکنه، و در شماره 2 اسمش رو گذاشتیم در واقع زمانبند کوتاه مدت. میخوایم ببینیم زمانبند کوتاه مدت بر چه اساسی عمل انتخابش رو انجام میده. اصلا بر اساس الگوریتم های زمانبندی که ما این جلسه و جلسه آینده در مورد صحبت خواهیم کرد، که دیگه کم کم درسمون داره وارد ماهیت حل کردنی و واقعا محاسباتی میشه. خب پس برای اینکه در واقع سیاست کاری زمانبند کوتاه مدت رو متوجه بشیم، نیاز هست که سری مفاهیم رو بدون. مفاهیمی که در واقع به عنوان معیارهای مقایسه و ارزیابی الگوریتم‌های زمانبندی که می‌خوایم بررسی کنیم مطرح میشن. پس معیارهای معیارهای الگوریتم های این چقدر باز این تخمه رو گذاشته سر کار. الگوریتم های زمانبندی یک توان
عملیاتی. یا تروپوت هم بهش گفته میشه. توان عملیاتی یا تروپوت. به تعداد کار انجام شده در واحد معینی از زمان توان عملیاتی یا تروپوت گفته میشه. به تعداد کار انجام شده در واحد معینی از زمان. هر چقدر مسلماً این پارامتر بیشتر باشه، کارایی سیستم بیشتره. هر چقدر تعداد کارهای انجام شده در واحد زمان بیشتر باشه، مثلا بهره‌وری سیستم بیشتر هست. یکی از اهداف اصلی چند برنامه‌گی در سیستم عامل‌ها افزایش توان عملیاتی هستش. دقت کنید، نکته کنکورمون بوده. هر چقدر پردازش‌هایی که می‌خواهند در سیستم اجرا شوند زمان اجرای کوتاه‌تری داشته باشند، یعنی سریع‌تر و تندتر بتونن اجرا بشن، کوچیکن، کار محاسباتی کم دارن، زود کارشون تمام میشه میرن، توان عملیاتی بالا میره. چرا؟ چون شاید کارا کوچیک‌تر باشن، تعداد کارهای انجام شده در واحد زمان افزایش پیدا میکنه و متناسب با اون در واقع توان عملیاتی سیستممون افزایش پیدا میکنه. مفهوم دیگه‌ای که داریم مفهوم زمان برگشت هست. مفهوم زمان برگشت به زمان سپری شدن از زمان ایجاد پردازش در سیستم تا زمان اجرای کامل پردازش رو بهش میگیم زمان برگشت یا turnaround time هم بهش گفته میشه. از لحظه ای که در واقع پردازش در سیستم ایجاد میشه تا زمانی که کارش کاملا تموم میشه و سیستم میخواد خارج بشه بهش میگیم زمان برگشت. پس بنابراین زمان برگشت مساوی است با زمان لود شدن یا بنویسیم بار شدن پردازش. تختم بازی در آورد. زمان بار شدن پردازش در حافظه. من تخته گچی رو با تمام گچ خوردناش به این تخته ترجیح میدم چون واقعا صبر عظیم میخواد. زمان بار شدن پردازش در حافظه به اضافه زمان انتظار زمان انتظار که حالا این زمان انتظار ممکنه که در صف آماده برای پردازش اتفاق بیفته، ممکنه که در واقع صف آی او اتفاق بیفته، هر جایی که به هر حال پردازش برای دستیابی به یه چیزی توی سیستم توی صفی منتظر مونده. به اضافه یه زمان اجرای پردازش
پس زمان بار شدن در حافظه به اضافه زمان انتظار به اضافه زمان اجرای پردازش بهش میگیم زمان برگشت. دقت کنیم که هر چقدر زمان برگشت کمتر باشه مسلماً بهره‌وری سیستم افزایش پیدا میکنه و بهتر میشه. اما این زمان برگشت از چه طریقی میتونه کاهش پیدا بکنه؟ ما تنها میتونیم زمان برگشت رو از طریق کاهش زمان انتظار کاهشش بدیم. پس بنابراین ما نمیتونیم زمان در واقع اجرای پردازش رو تغییر بدیم. ما نمیتونیم زمان بار شدن پردازش در حافظه رو تغییر بدیم. پس تنها ما با دستکاری با در واقع اجرای سیاست‌های مدیریتی که بتونه زمان انتظار پردازش رو در انواع صفحه مثل صفحه آماده، مثل صفحه آی او که حالا صفحه انتظار بهش میگیم و الاخر، اینطوری میتونه کم کنه زمان برگشت رو. این رو پس اشتباه نکنیم. زمان برگشت فقط در سیستم‌های دسته‌ای به عنوان یه پارامتر ارزیابی مطرح میشن. ما در سیستم های اشتراک زمانی زمان برگشت رو مطرح نمی کنیم. زمان برگشت فقط در سیستم های اشتراک زمانی برامون اهمیت داره. پارامتر دیگه ای که برامون مطرح میشه زمان انتظار هست. زمان انتظار زمان انتظار به مجموع مدت زمانهایی که پردازش برای اجرا شدن در صفحه آماده منتظر میمونه گفته میشه. پس به مدت زمانهایی که به اجرا شدن در صفحه ازل میمونه، یعنی برای دستیابی به سی پی یو دقت کنید، اشتباه نکنید. درسته که پردازش در صفحه انتظار هم منتظر میمونه، اون رو زمان انتظار حساب نمی کنید. تنها به مجموع زمانهایی که پردازش در صفحه آماده برای دستیابی به سی پی یو منتظر مونده رو به عنوان زمان انتظار در نظر میگیریم. یکی از اهداف الگوریتم های زمانبندی که مطرح خواهیم کرد کاهش میانگین زمان انتظار هست. از طریق کاهش میانگین زمان انتظار ما میتونیم زمان برگشت رو کاهش بدیم. یه مفهوم دیگه مطرح میشه که تو بعضی از الگوریتم‌های زمانبندی به عنوان یکی از پارامترها در نظر گرفته میشه، مفهوم آخرین مهلت هست. مفهوم آخرین مهلت وقتی هستش که برای انجام یک کار در واقع یک پردازشی یه مهلت زمانی تعیین میشه، یعنی پردازش مجبوره که تو اون مهلت زمانی کار رو به اتمام برسونه. که اگه یادمون باشه توی انواع دسته‌بندی سیستم هایی که جلسه های قبل در موردش صحبت کردیم، اگه خاطرمون باشه این پارامتر در سیستم های بلادرنگ هست که اهمیت داره. در سیستم های بلادرنگ که ما در واقع یه بازه زمانی محدود رو نیاز داریم تا یه کار در واقع پردازش انجام بشه و به اتمام برسه و اگر در اون مدت انجام نشه خیلی بد میشه، سیستم های بلادرنگ گفته میشد. که یادمون باشه سیستم های بلادرنگ خودش دو دسته بود، بلادرنگ سخت و بلادرنگ
فلادرنگ سخت سیستمایی بود که حتماً و باید و باید در اون مدت زمانی کار فرداش تموم می‌شد. مثل موشک‌های فضایی که از کنار یه حجمی رد میشن و باید ازش عکس برداری کنن. اگر که در همون بازه زمانی که از کنار اون حجم رد میشن عکس برداری انجام نشه، دیگه اصلا اون کار اون موشک بیفایده هست. یا مثل ربات‌های صنعتی که در واقع توی خطای تولید کار میکنن. فلادرنگ نرم اگه خاطرون باشه، سیستم‌های مالتی‌مدیا رو گفتیم جزو در واقع یکی از انواع سیستم‌های فلادرنگ هست. در هر دوی اینها ما پارامتری به نام آخرین مهلت داریم که در الگوریتم‌های زمان‌بندی باید در موردش آخرین مهلت رو در نظر بگیریم. همونطور که قبلا به عنوان نکته مطرح کردیم، در سیستم های بلادرنگ سخت ما مفهومی به نام زمانبندی رو هرگز نخواهیم داشت. به خاطر میزان اهمیت کار و فرص کاری ما اونجا دیگه زمانبندی مطرح نمیشه برامون. ولی در سیستم های بلادرنگ نرم مثل سیستم های مالتی مدیا، پخش فیلم و الاخر، اونجا ما از الگوریتم زمانبندی استفاده میکنیم و الگوریتم زمانبندی پارامتر آخر مواردی که برای تصمیم گیری هاشون در نظر میگیرن در واقع مطرح میکنن. پارامتر دیگه ای که مطرح میشه پارامتر بهره‌وری سی پی یو هست. بهره‌وری سی پی یو بیانگر درصد میزان مشغولیت پردازنده هست. این پارامتر در سیستم های پی سی که در واقع سیستم هایی هست چندان عادی نداره، چون دادکارهایی که میخوان در یه سیستم اجرا بشن خیلی زیاد نیستن. این پارامتر در سیستم‌های بلادرنگ مطرح نمیشه. چرا؟ خب مشخص شده اینکه ما چیزی که برای مهمه انجام شدن اون کار در اون بازه زمانی مشخص شده است. به بهره برای سیدیو چندان اهمیتی نمیگه. اما در سیستم‌های اشتراک زمانی این پارامتر بهره‌وری CPU برامون خیلی اهمیت داره و خیلی این پارامتر رو در نظر میگیریم. پارامتر دیگه پارامتر عدالت هست. پارامتر عدالت مطرح میکنه که فرایندها و پردازش های مختلف یک سیستم بایستی به صورتی یکسان و عادلانه از منابع سیستم مانند CPU، منابع سخت افزاری مثل دستگاه‌های IO و منابع نرم افزاری مثل فایل‌ها و داده‌ها استفاده کنند و نباید هیچ پردازشی دچار گرسنگی و قحطی زدگی بشه. یعنی اینکه مدت‌های طولانی در واقع برای به دست آوردن یک منبع بخواد منتظر بمونه. که باز این یکی از پارامترهایی هست که برای مقایسه این در واقع الگوریتم‌ها بایستی در نظر گرفته بشه. پارامتر بعدی پارامتر اولویت هست. پارامتر اولویت وقتی هستش که پردازش‌های مختلف یک سیستم اولویت‌ها و ارزش‌های متفاوتی دارن. به عنوان مثال یک پردازش سیستمی که در سیستم می‌خواد اجرا بشه اولویت خیلی بیشتری رو داره نسبت به یک پردازش یک گیم بازی که حالا یک کاربر میخواد توی سیستم ران کنه. با عنوان مثال اولویت یک پردازش بلادرنگ نرم خیلی بیشتر هست نسبت به یک پردازش عادی توی سیستم که باز این اولویت ها رو در الگوریتم زمانبندی به عنوان پارامتر یکی از پارامترهای مهم در نظر میگیم. معیار دیگه که برای ما اهمیت داره معیار توازن
معیار توازن اگر بتونیم بنویسیمش. توازن منابع هست. توازن منابع به این معنی هست که سعی کنیم حتی امکان منابع سیستم رو مشغول نگه داریم، اینکه منبعی بر مدت‌های طولانی بیکار بمونه، منتظر بمونه، بعد که نوبت شد حالا دوباره اون فعالیت و در واقع حالت لود بالانسینگ در واقع وجود نداشته باشه در بازار زمانی مختلف برای یک منبع. پس بنابراین این هم یکی از پارامترهایی هست که بایدی برای الگوریتم‌های زمان‌بندی که مطرح خواهیم نمود در نظر بگیریم. این از معیارهای مقایسه الگوریتم‌های زمان‌بندی. مفهوم دیگه‌ای که برای بیان الگوریتم‌های زمان‌بندی برامون اهمیت داره و بایدی توضیح بدیم، مفهوم زمان انفجار هست. زمان انفجار که در واقع یکی از پارامترهای اصلی هست که ما محاسبات الگوریتم‌های زمان‌بندیمون رو با استفاده از این مفهوم انجام خواهیم داد. بهش مقاطع زمانی هم گفته میشه. مطرح میکنیم که هر پردازشی برای اینکه بخواد اجرا بشه به یه مدت زمانی استفاده از CPU نیاز داره، به یه مدت زمانی استفاده از دستگاه‌های ورودی خروجی نیاز داره، ممکنه که نیاز به CPU داشته باشه، در میانه کار نیاز به دستگاه ورودی خروجی داشته باشه، بعد از اتمام عمل ورودی خروجی دوباره نیاز به CPU پیدا میکنه. به هر بار استفاده از پردازنده توسط پردازش یک انفجار محاسباتی یا CPU burst گفته میشه. پس به هر بار نیاز در واقع پردازش به پردازنده یک انفجار محاسباتی یا CPU burst گفته میشه. به هر بار استفاده از منابع ورودی خروجی یک انفجار IO گفته میشه. پس بنابراین ما انفجار CPU یا CPU burst داریم که به مدت زمان مورد نیاز به CPU گفته میشه، یک زمان انفجار IO داریم که بهش IO burst گفته میشه. اینها ممکنه که به صورت یک درمیون اتفاق بیافتن مانند این شکل. اگر که این تخته اینو ثبت کنه CPU burst و IO burst، ورود پردازش، خاتمه پردازش و به صورت یک درمیان CPU burst و IO burst میتونه در یک سیستم اتفاق بیفته. یک پردازش احتیاج داره به CPU، مدتی در CPU اجرا میشه، نیاز پیدا میکنه به دستگاه ورودی خروجی، میره سراغ دستگاه ورودی خروجی، مدتی از تایم اون استفاده میکنه، میشه IO burst، دوباره نیاز به CPU پیدا میکنه، میاد و به اندازه یه CPU burst دیگه از در واقع CPU استفاده میکنه. پردازشی که بیشتر زمان اجراشو نیاز پردازنده داشته باشه، در واقع بیشتر کارش محاسباتی باشه که توی پردازنده بایستی انجام بشه، اصطلاحاً بهش پردازش با تنگنای پردازنده، پردازش با تنگنای پردازنده یا
CPU bound گفته میشه و پردازشی که بیشتر زمان چرخه حیات خودش رو نیاز به اجرا در دستگاه‌های ورودی خروجی داشته باشه بهش IO bound یا پردازش با تنگنای IO گفته میشه. پس پردازشی که بیشتر چرخه حیات خودش رو نیاز به در واقع CPU داشته باشه بهش CPU bound یا با تنگنای CPU گفته میشه. اینو حواستون باشه که با در الگوریتمای زمانبندی خیلی میخواییم ازش استفاده کنیم. مفهوم دیگه‌ای که به عنوان پارامترهای مهم در بررسی الگوریتمای زمانبندی مطرح خواهیم نمود استفاده خواهیم نمود مفهوم تعویض من چقدر بد نوشتم اینو مفهوم تعویض متن یا کانتکست سویچینگ هم گفته میشه هست تعویض متن یا کانتکست سویچینگ چی هست؟ گفتیم که در سیستم های اشتراک زمانی سی پی یو بین پردازش ها شیر میشه. در بازه‌های زمانی تعیین شده ای هر پردازش از سی پی یو میتونه استفاده کنه و دوباره سی پی یو ازش به زور پس گرفته میشه. این عمل سویچ شدن بین پردازش ها از یک پردازش به پردازش دیگه عمل تعویض متن گفته میشه. پس به عمل سویچ شدن بین پردازش ها عمل تعویض متن گفته میشه. برای انجام عمل تعویض متن بایستی مراحل زیر انجام بشه. بایستی اطلاعات جدید در واقع پردازشی که در حال اجرا بوده در پی سی بیش در واقع به روز رسانی بشه. آخرین دستورالعملی که اجرا شده اشارهگرش چند بوده، نمیدونم مقادیر میانی که به دست آورده چقدر بوده، میزان استفاده از منابع چقدر بوده. پی سی بی شو باید آپدیت کنیم. پی سی بی که آپدیت شد باید این پی سی بی ذخیره بشه توی حافظه و پی سی بی پردازش جدیدی که میخواد شروع کنه به اجرا شدن لود بشه توی حافظه. به این زمان به روز رسانی ذخیره شدن و دوباره بار شدن که یک زمان سربار هست زمانی نیستش که در واقع پردازش در حال اجرا شدن باشه بلکه یک زمان پرتی هست که داره سری کارا اون وسط انجام میشه بهش زمان تعویض متن گفته میشه. پس در زمان تعویض متن ما عمل مفیدی از دیدگاه سی پی یو رو نداریم بلکه داره یه سری چنجینگ سویچینگ انجام میشه که بهش میگیم زمان سربار یا زمان تعویض متن. این زمان تعویض متن به عواملی مثل سرعت حافظه و تعداد ثبات‌هایی که واسه تو حافظه ذخیره بشن و یا دوباره لود بشن بستگی داره. پس زمان تعویض متن یک زمانه تا این تست کنکورتون بوده یک دونه زمان تعویض متن به سخت افزار وابسته است اما مجموع کل زمانهای تعویض متن درش سیاست‌های سیستم عامل هم میتونه تأثیرگذار باشه که ما الگوریتم‌های زمانبندیمون یکی از اهداف مهمشون این هستش که متناسب با در واقع وضعیت سی پی یو و پردازش ها با رعایت حداقل زمان تعویض متن بیشترین کارایی رو بتونن ایجاد بکنن. زمان تعویض متن برای ما این زمان نامطلوب و زمان سربار هست که سعی کنیم از طریق سیاست های الگوریتم های زمانبندی این زمان رو به حداقل ممکنش
دارتون. مفهوم دیگه که هفته آینده استفاده خواهیم کرد، مفهوم اگه این خطر رو تختتون بکشه بالاخره که نکشید، من نمیدونم این چرا این مفهوم جدول فرایندها هست. مفهوم فرایندها یا process table مفهوم چندان جدیدی نیست، باش حتما میتونین آشنا شده باشین تا الان. جدولی هست که در اون هر خونه از این جدول اشارگر به پی سی بی یکی از پردازش ها هست. در واقع جدولی هست که به من کمک میکنه شناسنامه پسرسی داشته باشم. مثل این که من یه هتلدار هستم، هر مسافری که اومده شناسنامهش رو به من داده و من این شناسنامه رو تحت یه سری زومکم میام و در واقع کتگورایزش میکنم. این کتگورایزیشن و دسترسی ساده تر به این شناسنامه ها توسط این در واقع جدول فرایند یا پروسس تیبل صورت میگیره. پس پروسس تیبل جدولی هست از اشارگرهای به پی سی بی های پردازش های مختلف که ما از این جدول فرایند برای کمک به زمانبندمون که الگوریتم زمانبندی رو میخواد اجرا کنه استفاده خواهیم کرد. مفهوم چندان جدیدی نیستش پروسس تیبل. خب ما مفاهیم و زمانی که لازم داریم برای اینکه الگوریتم های زمانبندی رو شروع کنیم به حل کردن و محاسباتش انجام دادن رو امروز مطرح کردیم. هفته آینده انشالله الگوریتم های زمانبندی پردازش ها و زمانبندی CPU رو مطرح خواهیم کرد و این معیارها رو متناسب با هر الگوریتم بررسی خواهیم کرد. از طریق این معیارها در واقع مقایسه الگوریتم های زمانبندی CPU رو انجام خواهیم داد. اگه سوالی دارید بپرسید، اگر نه ستاره بفرستید که برای امروز انشالله درس رو تموم کنیم. هفته آینده انشالله در واقع ادامه درس رو خواهیم داشت. مرسی، شما هم خسته نباشید. برای کتابتون به محض اینکه من در واقع خبر جدیدی به من برسه بهتون خواهم گفت. برای کلاس حضوریتونم با دانشگاه بایستی هماهنگ کنیم که تایم کلاس حضوری برای رفع اشکال. من حتی الامکان ترجیح میدم کلاس حضوری رو عقب بندازم که در واقع قسمت های محاسباتی درسمون شروع شده باشه، که واقعا اگر ما میگیم کلاس رفع اشکال واقعا بریم رفع اشکال کنیم، نه اینکه بیایم سر کلاس درس رو بهتون بگیم. خسته نباشید، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون.